کری صدکو ام کروز دی به نام صدکای ایسته کروز داره، یکی به نام کنسفیده، یکی به نام میسکندره، یکی به نام صدکا. اگر خلاص باشه درس هم میخونه جی؟ دل تو میخواید درس بخونیم یا در دل داره که درس بخونی؟ یا دل بیخه نمیخواید؟ دل من میخواهم نمیخواهم. یا الله رسول الله فدایم جانم خدا فرغمه، در یک روزی افغانستان مرد باشد در فلسطین جان. ماشاءالله. و یک چیز هم بعد بگم که این مردم بهترین فرهنگ داره زادل. همراه هر کس که سلام علیک کردیم، همدستان به آغوش باز ما را در آغوش گرفتن و همراه ما مصاحبه کردن و از این فرهنگ زیرا ما را زیاد خوش آمد. دیگه لباس از مدرسه سو وقت میر مدرسه، از مدرسه با بیا باز دیگه لالف میاد باز اول دیگه. ولی فقط آرزوی از اینه که خداوند مور ببخشه و امرای ایمان تیر کنه. ولی فهمیدیم. به نام یاد خدا. سلام بیننده های عزیز، وقتتون بخیر. امیدوارم که دارای صحت کامل باشین. دوستو عزیز، نوبت رسید به قریه صدکای شمالی. حال نمیفهمید چند صدکا هست. نوبت رسید به قریه صدکا که بعد از قریه کاریز آزاد فکر کنم نامش بود، آمدیم به قریه صدکا. دوست عزیز، تابلو داره، هر قریه از خود یک تابلو داره و مشخص میشه. چرا این قریه رو بزنم یاد میکنه و ببخشین مشخص میشه که این قریه نامش چیه. و امروز آمدیم در قریه صدکا و فیلم دوست عزیز خیلی هوا گرم است. امیدوارم که بتونم یک گزارش خوبی به صد برسونم و ایزای دل ایزایی که به قریه شان نرفتیم حتما نام قریه خود بر ما کمند کنه، ما به قریه آنها هم سفر داشته باشیم. هدف ما است که تمام ولسوالی اناردره را قریه و قریه به تصویر بکشیم تا باشد که ما به قریه های زیبای ولسوالی اناردره هم آشنا باشیم. تشکر از تک تک حمایت های شما عزیزان. خیلی وقت بریم در داخل قریه که ببینیم چه گپ است. دوستان عزیز، در مسیر رو یعنی اولین منطقه قریه صدکا هستیم دیگه، اول رو هستیم، درست است؟ و میریم به قریه صدکا. بعد از قریه آزاد قریه است به نام صدکا و از این قریه دوستان عزیز زمین اطفال که هست بیشترشان همراه گوسپنده هست دیگه. طوره که شما به تصویر میبینیم یکی از نوجوانان قریه صدکا هست، درست است؟ سلام، خوب هستی؟ خوب. معرفی کن نام زیبایت چه؟ آره عارف، از این قریه هستی. کاربار چه چیکار میکنه عارف جان؟ میم او میره خیمالای یک سال خیمالا یا نه؟ نه، بعد دفعه خیمالا ببندم. بعد دفعه نیه؟ نه. درس هم میخوانیم؟ نه. به چی؟ میره خیمالا که خیمالا باید باید درس نمیخوانیم دیگه؟ نمیتونه درس خونه، یعنی صبح تا شم خیمالای او. درس دینی، درس مکتب هیچه؟ هیچ. چرا دیگه؟ نمیتونه درس خونه. دیگه برادر نداری که ختم کار باشه در خانه؟ دارو دیگه کار. چه کار بینه مثلا اونا؟ اونا همه میتو اونا هم علف میاد. چند روز گسپند داره خودتا؟ ما؟ او پینجاته هست. پینجاته دیگه چوپان خانواده خودت هستی دیگه، یعنی میشه خودت خیلی گسپند داره هستی. او خب صبح تا شام امراه مالای سیانه باز خانه میری گاهی وقت؟ خونه میرم صبح تا شام. او
یعنی صبح میای بیرون میشی به دشت تا شام همینجا هست یا میری باز صبح میری باز پیشین باز پس میری خانه با میا خون پیشین؟ خب نان اینجا میخوای درس؟ خب درس که نمیخوانی؟ نه اندول ما شما خونه میشید که بعد درس بخونی رفیق؟ اگه خلاص باشه درس هم میخونه جی دل تو میخواهی درس بخونی یا در دل داری که درس بخونی یا دل بیخه نمیخواهی؟ دل من میخواهم نمیخواه هم نمیخواه. خب دوستان عزیز وقت لالا زیاد نمیگیریم، فقط خواستم بگم که در هر قره که ما بریم از چوپانا از لگه ها زیاد است که متاسفانه برای نبود اقتصاد و اینا مجبور شده که امرای گسپنده باشه و درس نخونه. گسپنده هم فکر کنم رفت. قدم گفتنی داری کام در خدمت نصف فرمان میره دیگه گفتنی نداری چی؟ نه بخیر باش بلا رزنده باش. بله دوستان عزیز در این قریه های اطراف اناردره که هست ازای دل، البته نه اناردره، تمام ولسوالی ها فرا تمام افغانستان در کل نمیگیریم فیلن، چون ما سفرهایی که در خود ولسوالی های فرا داشتیم میفهمیم که جوان ها نه جوان های اطفال زیادی همراه گسپنده هست. چرا؟ چون این مردم که هست غریب هست، تنگ دست هست و اینا فامیلا مجبور میشه که بچه های خود همراه گسپنده بفرسته و این باعث میشه که اونا درس نخونه، که این خیلی یک مشکل بزرگی است برای مردم غریب هموطنان ما که مجبور میشه به خاطر اینکه یک لقمه نان به دست بیاره و این بچه‌ها خوره همراه گسپنده بفرسته که اونا درس نخونه و این باعث میشه که این جامعه فقر است، بیشتر فقر باشه و بیشتر فقر باشه تا که جامعه مثل سابق قامت به فقر بمونه. و امیدوارم که این فرهنگ از میان ما برداشته شوه و والده محترم سعی کنن در حد توان، یعنی اندازه زیاد بچه های خود بزرگ درس بخونه، به خاطری که مو بچه اگر سبا دکتر انجینر شوه یک فایده است به مو خانواده، به مو قریه، به مو ولسوالی و به مو ولایت. با ما باشید، میریم در داخل خود قریه صدکا و امیدوارم که یک برنامه خوبی از این قریه بر شما ایزان به ثبت برسونم و از گزارش شما لذت کافی رو بریم که بعد از قریه صدکا فکر کنم قریه است به نام صبور که دوستا در سبحان اگه صبور یک نام خاص داره و امیدوارم که از گزارش لذت ببرید. اگر قریه تون نرفتن حتما نام قریه خود برای ما کامنت کنید که تا به قریه تون هم حتما سفرهای داشته باشید. دوستو عزیز اکنون ساعت 2:30 بجه ظهر است و طوری که شما به تصمیم نید که این برادر ما این همه علف یا به اصطلاح خودم و مردم به پشت خود میکنه و انتقام میده و برای ما بالا گرفتن از اینا خیلی سنگین است. این جوان ها اینجا که هست بازم یک پهلوان هم هست. نه سلام، خوب است؟ بخیر سلام هم ماشاءالله. خیلی رقم کردی، چرا که رقم کردی؟ گرم هوا خاطر هوا هم بیجا گرم است، هوا خاطر گرم است، بارم سنگینه، بارم سنگینه، بارم که سنگین باشه هوا هم گرم باشه عرق هم میمی، عرق هم میمی، بار که سنگین باشه عرق میمی. خب خیر، اول اگه خود معرفی کنی رفیق، نام زیبایت؟ خالد. از این جستی؟ او از این میکری. چه مصرفیت چه کار بار؟ امی علف کشی، امی مالار جمع کنه، کار ما امینه است. من گفتم که این مردم اطراف بیشترشون مالدار و دامدار است. ما مجبور اصلا روی نداره بدون مال زندگی کدم نمیشه. چند نزو گسپند داری خودتان رفیق؟ گسپند کم داره، یک نو هشت و نو توی داریم، بیشتریشو فروختیم. او وقت سال خوشکی بدن نمتونستی خدمت شور بکنی، گفته بفرشی سبکتر شد بودتونی شور خدمت کنی. اول کمتر داره، نو تا داره، نو تا خود چیزی نیه دیگه. نه نو تا خود چیزی نیه، اونو میتونه خدمت بگو جمع کردن نو تا خود دیگه ما شیر هستیم. انشالله خب گو چطور گو داری؟ نه اونو هیچی نداره. درست، درس هم میخونه خودت؟ نه خود چرا دیگه؟ نمتونه دیگه، وقتی که این کار زندگی ما نمیتونه، مجبوری کورگری کنی بیاره بخوری این زندگی. درس نمتونه بخونه. امیال کار خودت چیه؟ کارم اول از اینجا که خلاص شد و باز میرو اونجا دیگه کار دارو، بعد علف تاشم دره کنو به دیگه مردمی. آها. به دیگه مردم علف دره منو روز موزی کار. آها. روز ما مثلا که حساب که دامن زمین دره منو بازار پیه علف دره منو کار ما نمینه، شغل ما مجبوره، اصلا روی نداره اینجا. آها. دیگه رقم هم نمیشه. درست هست دیگه، مجبوره دره گری کنه بخو خوراک خور پیش یاری. بالاخره یک رقم گزاره میکنیم که رقم شد دیگه. درست هست. بله دوستان عزیز،
گرم هم است، خیلی گرم است. ما خیلی میتونیم رد میشیم و میریم بالاخره یک باد میخوریم. برادر ما را که شما میبینیم که بارش هم سنگین و خیلی زیاد رخ کردی نه؟ بسیار رخ کردیم. برای شما که باز اسمون ابر داشته باشه باز خیلی خوب میشه. اسمون که ابر داشته باشه باز به ما خیلی خوب میشه. درست است. امی بزرگترین آرزویی که در دل داره چیه خودت به سیاه جوی هم در دل زیاد داری. اما آرزویی که داره چیه؟ آرزوی بسیار ولی فقط آرزوی از اینه که خداوند مور ببخشه و امرای ایمان تیر کنه. ول فهمیدیم امرای ایمان تیر کنه که به دنیا سختی نبینی بزی دنیا خود میشه رقم باش چهار روزی هم. چهار روزی تیر میشه او دنیا خدا مور ببخشه. دقیقا بله ایزان خیلی کم است که معنی زندگی را درک کنه. بعضی ها هستن که فقط میگه آرزو میگه است به خود یک موتر بگیرم یا بالاخره یک رقم زندگی خود درست کنم. اما این مردم غریب ما که هست فقط میگه خداوند ایمان سلامت داشته باشن. بس دنیا دو روز است، نان بود گوش بود هر چیز بود میخوری میری گذران است میره. درست است. چند سال خودت عمر داری رفیق؟ چند ساله هستی؟ یاره 16 هستم. و شما مردم خصوص زن نمینه؟ نه. تا زن نکردی؟ نه مجرده. مجردی؟ هم تو پخته مجرد خواهد؟ مجرد خومه دیگه. مجرد خومه پخته هم نیست دیگه. خب تصمیم داره بخیر زن کنیم زیدیا؟ بخیر گسمنده خاطر امی فرختو که مخواه زن کنو خود من پیار من بیم چویا ایران کشته شده. خدا بیامرز. مادر من رفته دیگه کسه کرده حال همیده رفته برار من پیار من کرده دیگه من خود من تنها موندو. خیم پیزول آنو من دیگه به جمع آنو میسوم میشه ما باید اینجا کار بکنه که زندگی ما رو بروشه. پس مسئولیت به دوش خودت است. مسئولیت به دوش خود من دیگه. ببخشید اگر رفتم من اول نفهمیدم. من دیدم که لالام چقدر زمان دیگه نگی که خداوند ببخشه جد سابه انشالله زنده باشی و واقعا مشکل است چیز نمیتونم بگم انشالله که بخیر به خوبی و خوشی زن کنی انشالله بخیر و انشالله خداوند کارابارت رو هم درست کنه رفیق. کدام گفتنی داری به دوستا و مسافرها بفرما کام در خدمتتان است دیگه زنده باشی حال فعلا دیگه ما گفتنی خود نداره دیگه میبینی که میتونی ما بزیبی داری خدا ببخشه دیگه انشالله تیر میشه ولی ما درست فقط دعا کنی خداوند مشکلات خوشمان حل کنه و گناه خوشمان ببخشید بخش بران گفت رفیق بخیر باشین زنده باشین شما علفا خدا رو بالا کنیم. بله برادر بله دوستای عزیز ما جوانای شهر در اینجا نمیتونیم کار کنیم. چرا ببینید این دوستای شما تصویر میبینید که این برادر ما اینقدر علف و پشت رخ کرده و تو بر راحتی هم روی میره یعنی از او اصلا هیچ احساس نمیکنه خسته شده یعنی خو خیر درد زیاد است دوستان عزیز این قریا هست همه مردم همیت مردم غریب است به هر حال یکی از دوستا لالگک های من بالا خر است بیا که بریم ببینیم که امروز میتونه صحبت کنه یا نه امت باشه که شما همین خرک شما نه بعد چطور سلام علیکم سلام اجازه خوبه است دست بنده چطور هستی خوبی اسمت چیه اسم اسم تو اسم محمد عمر محمد عمر جان اسم شما چیه علی مرتضی علی مرتضی راست میگه درخ راست میگه آفر راست میگه اسم از چیه؟ ای خر خرا دیگه چه اسم نداره فقط خر میگین؟ ای ماچ خر این دوستو عزیز یک ماچ خرم در اینجا هست خب از سر زیمنا میه بره فیلن؟ گرم نیه فیلن؟ نه مطمئنی گرم نیه؟ درسته چه کار میکرد سر زیمنا؟ علف منی علف منه شما دیتی آل میدی علف کنه زی پس میره که علف کنه چبلی هم خودتونه داره رفیق چبلیات در کجا هست چبلی هم خونی خونی هم چی پا خونه کردی نه دلتا نخواستی و نداری نکرد خواه اسم پیار شما چیه محمد رحیم محمد رحیم و اسم پیار شما اسم پیار زم محمد رحیم برادر شما نه ببخشید دیگه خب مکتب هم میری سنف چندی سنف دوم سنف دوم ماشاءالله و تو من درس نمیخونی؟ درس حافظی میخونی ماشاءالله شما درس حافظی میخونی؟ منم خلاص نیم خلاص نیم؟ یکقدر مصروف هستی دیگه؟ هر روز مصروف هستی؟ هر روز خب فقط میری علف میری باز میره در خانه دیگه تو مصروف هستی؟ باز اول که رفت علف آورد باز میره دیگه لباز مدرسه سو وقت میره مدرسه از مدرسه با بیا باز دیگه لعلف میره باز اول دیگه لی دگر علف میدی و بچه بزرگ پیار خودت میدی که نه از این خاطر بچه کلون که هست کلون خانواده همیشه باز اونا دیگه فدایی هست نه چند سال عمر داری خودت چند سال عمر داری چند ساله می می امسال می 13 13 ماشاءالله 12 مطمئن باشو باز دوباره خو نمیگردنی دوست عزیز عمر جان و لالگک ما 12 ساله است
خر هستت گفتی درسته؟ خره ما چه خر؟ و ما میگیم خر خر است. خر است وار است و ببینید که چطور یک کار کرده، زنجیر از دهنش تیر کرده، میره علف میاره و بله این جوانان کریه صدقه است. دوست عزیز واقعا اینا زحمت میکشن. خب برای ما یک شعر داری بخونی، یک زمزمه، یک شعر، یک نعت چیزی بخونی. بخون. یا الله رسول الله فدایم جانم خدا فرغمه، در یک روزی افغانستان مرد باشد در فلسطین جان. ماشاءالله خلاص همون قدر راجع به فلسطین بود. یک بار دیگه اگه بخونی خیلی خوبش میشه ما درست بفهمیم. یک افغانستانی مردم بود در فلسطین، رفتن جهاد کردم فدایم امریکایی کردم، دنیا همه خاطر از او خراب شده. ماشاءالله دوست عزیز فکر کنم نفر دوم یا اطفال دوم یا سوم است که ما تا فیلن در وستوده نادره باز اینا سر خوردیم که شعر داره راجع به فلسطین. بله ایزای دل ای عشق مسجد الاقصا در قلبم است و تمام ما مسلمانان جان راجع به زی ای که باره فلسطین فیلن ظلم است، همه ما در اندوه غم هستیم. خیلی عالی آفرین، دست خود بده ای دست او دست مصروف است. خیر خیلی خدافزی میدین تو؟ تم داری یک شعر با ما بخونی؟ یک شعر داری بخونی؟ نداری؟ ای خیلی مقاسه فاس گف نمیزند چرا؟ نمتونه بخونی نمتونه. خب شما میرد دیگه آلبر علف داری کنی؟ خب چند از گسپند داری خودت؟ شما؟ دوتا بزر دو بره دیگر یک گوی خیلی دوتا گسلی دوتا بزر دو بره یک گوی بالاخره زیاد است دیگه و ایرم میسمش دیگه نمیگرم ایرم علف میدیم یا کام میدیم؟ کامیدی درست است. برو بخیر باشی تو موتر لنگوزر خود روشن کنید چرا کم را می درست بل دوست عزیز واقعا خوشایند است ایت اطفال می بینیم و ایت کار میکنه خوشایند است، اما غمگینم باید باشیم. ای افراد ای اطفال نباید داری فیلن کار کنید، اینا باید در خانه باشه و وقت درس از اون است باید درس بخونم. خب به هر حال از این اطفال زیاد ما میبینیم و نمیتونیم کمراه همگیشان مسابقه کنیم. و یک چیز هم باید بگم که این مردم بهترین فرهنگ داره ایزاد دل. همراه هر کس که سلام علیک کردیم هم دوستان به آغوش باز ما را در آغوش گرفتن و همراه ما مسابقه کردن و از این فرهنگ زیاد ما را زیاد خوش آمد ایزاد دل. و امیدوارم که این فرهنگ یک روز در تمام ولایت فرا حاکم باشه. هر جا که بریم ایزاد دل ما را بگن بیاین گفتگو داریم، ما در خدمت هستیم و ایتو بایی باعث میشه که نمای زیاد شویم و هم برنامه به خوبی ثبت شوه. و دیدی که اطفال نازنین میرن که سپس داره کنن به صلاح خودم علف داره کنن و ما میرن داخل کریه دیگه میبینیم زیبه های کریه صدقه را بفهمیم چرا این کریه را صدقه ها میگه. امیدوارم که یک گزارش خوب بر شما ایزان به ثبت برسان. دوستای عزیز شما رو با خود داریم و اکنون هم در نزد یکی از بزرگان قریه صدقه هستیم تا ما مفهوم این قریه رو فهمیم چرا این قریه را میگه صدقه. یوسف سلام علیکم، وقت شما بخیر، امید که جور سلامت باشه. اگه خود معرفی کنی نام زیبایتن. محمد انور از قریه صدقه. صدقه یوسف تشکر از شما. اگه به ما بگید چرا این قریه رو میگه صدقه، مفهوم از چیه در کنی؟ به خاطر اینکه از صدها جا مردم به اینجا تفریح و به حساب زندگی همه جا میای به خاطر می به اصطلاح از این مردم صدقه، یعنی که صدقه صدقه فکر کنم یعنی که مردم از صدها جا میای به خاطر دیدن دیدن تفریح و چیزا به دیدن میای مثلا. درست است. ولی ما فعلا نامش شنیدیم و برای اولین بار آمدیم دیگه او که باز دیگه معنی داره. خب ما خبر جوان نیست دیگه، ما دیگه راه نمیبره که دیگه معنی دیگه ما این چیزی خود ما میفهمیم فقط همین. حساب چقدر نفوذ خواهد داشت خیریتون در کال؟ دیر بر 750 دیر بر است. 750 فامیل یا نفر در میزن؟ اما نفر کنم نفر است. چند رئیس شورا دارن شما در خیریه؟ فعلا یکی دارم. یک رئیس شورا خیریه که یک رئیس شورا داشت در کل میتونیم بگیم یک خیریه نسبتا خرد است، خیلی بزرگ هم نیست خیریه. نه نه
درسته. وظیفه شما چه مصرف فدن خودتون هست؟ چه کار؟ کشاورزی داره. کشاورزی. و شغل اکثریت مردم شما میخوابی کشاورزی؟ کشاورزی بله. کشاورزی است. بله دوست عزیز. ببخشید. در اینجا کس اکثریت مردم یا مالدار است یا ها دیگه. مالدار کشاورزی دیگه کار دیگه نمیده. خب چطور است حاصلات؟ حاصلات چطور است امسال؟ حاصلات امسال خیلی یخ زده خراب کرده. یخ زده. و مردم میگن امسال باز خیلی خوبه، سال خوبی است. خب خیلی اون اینجا ورته که کلا یخ زده. ببینید. نخواستی فکر خراب شد. اینا یخ زده. یخ زده. باز جو که یخ زد باز همو شخصی که جو میکاره اگر جوش نتیجه نداد باز بوده که بیچاره دوپه میشد نه؟ دوپه دیگه معلوم داشت. دوپه چون ما نظر خودم چه که ما درک میکنم شما مردم که هستین بخش زرانی که وظیفه داریم کد و همو مصارف که هست همین قرض میگیریم. درست است؟ همه قرض نه فقط سرخرمنی. سرخرمنی وافر. سرخرمنی هم که نشد بسم الله اکبر دیگه گلیم خدا جمع کنین دیگه. بله دیگه. هیچ نشد. حالا خود میگاندم که شده بدن وقتی چیزی نوجه یخ زده بعد سفیده هیچ دونه هم تشنه یا بعد دیگه کمره اونو که دونه نداره کنن وقت دره بینه اونو که دونه داره و هم یک مدیک شاد بدره هیچ هم نیا یک هیچ هم نیا خدا هم مهربان است عجیسه انشالله خب خیر عجیسه میریم سر فرهنگتان خیر است چند دیگه وقت شما رو میگیریم گرم خوب گرم است امروز چانس ما اشتر کم شد چوری قدر گرم شد نظرتان به دست خدا دیگه بیشک دست خداوند است با وجود که هواشناسی هم گفته بود که باران هم هست اینجا پینجا ولی خوب گرم شد عجیسه به غذا محلی شما چی ها در بین مردم شما؟ غذا محلی اگر گوشت مرغ چیزی برای برشی خوشی هم نمی غروت و عدس و ماشی نمی چیز های فرد نه گوشت برنج از مردم اون خان است اون از خان خانه دیگه آه شما مردم غریب هست همی غروت شکنه باش همی خیل هست نه؟ همی کافی هست دیگه و این مردم اکثریتان خود از خود غروت و ماس و دوغ چیز دارن دیگه چون گسپند دار اکثریت دار بله و با هم سوایم که غروت نداشت یا دوغ نداشت همسای دیگه امروز هم کار هست مثلا کدام وقت بله. دوغ چیز بله هم کاری میکنم این رایگان است ها دیگه هم رایگان دیگه این فرهنگ در بین ما مردم باز خوب است که این فرهنگ هست چون ما مردم غریب هستیم یگان وقت خود مثلا هیچ چیز ندار که دو قنون خشک باشه بگو برای ما کافی است بیشک دیگه چیز دیگه بعد امور که ما قناعت نکنی بازی دیگه بچه قناعت کن دیگه همون کافیه درسته عیسی تشکر وقت شما از جواد نمیگیریم کلام گفتنی داری به ما جوونا به مسافرین عزیز که خدمتتون است بفرمایید نه فعلا دیگه ما فقط اگه شما بتین کار کرده و جا یه چیز برس نمی خاطر می کشت ما کوم زحمت کشیدم به قول شما که ما سرخرمین قرض می کود چیز اونم به هم نمیتو یخ زده یا درست عیسی خداوند مهربان است ما گزارش میگیریم نشرش میگیریم دیگه ان شاء الله تمام دوستا تمام مسئولین میبینن که باز خداوند مهربان است درست تشکر بخیر شده شما بیشتر میگذارم باش جور باشین بعد دوستا عزیز همون طور که عیسی گفت صدقا معنی است یاس که صدا نفر به دیدنش میای که چرا میای او به خاطر چی میای او باش سوال بعدی که کدام عزیز دیگر دیدیم ازش حتما پرسان میکنیم اگه جواب داشت با من باشید چند شات زیبا میبینیم و هفته ما را خیلی زیاد کرده و ما مسافر شدیم اومدیم اینجا نمیشه که برنامه نگیریم باشه یک برنامه بگیریم که می هفته خیلی میتو بکنه ببینیم که چه گزارش سب میشه امیدوارم که از این گزارش لذت دوستا عزیز ببخشید دیگه ای بار ششتیم بخاطر اینکه دیدیم که یوسف اینجا مصروف است خسته هم است بیا که همیتون نشسته هم رایشتب چند دقیقه اختلاط کنیم که یوسف جاد خسته نشد ما رایشتب سلام وقت شما بخیر خوب است علیکم شما خوبی بخیر تشکر سلامت باشین رایشتب محترم اگر لطف کنید حال خود معرفی کنی که با شما آشنا بشیم ما فروغ ولد عبدالرحمن از کریه صدقو عیسی تشکر از شما که برای ما وقت دادین چند دقیقه امروز شما گفتگو داشته باشیم اگر بگیم که معنی صدقه چیه بیشتر ما امروز که عیسی به یک رسیفی دیگه صحبت داشتیم گفت صدقه یعنی که صدها نفر به اینج بخاطر دیدن میواد دیگه نمیفهمم اما حرف شما دیگه بار چیه برای که دیدن میآید اسم کریه صدقه ام کروز دی به نام صدقه آها یسته کروز داره یکی به نام کنسفیده یکی به نام مسکندر یکی به نام صدقه یسته کروز یک کریه مشترک داره کروز سیوه فقط هر که شرک بخش هر که کروز داره تی دی یک نفر تی دی بیک جو نشیمن داره اینا سه تا مسجد داره
دیگه همین زندگی زینب خیلی با مشکلات دست او سیل و ایباره با خیلی با مشکله. درست. شما گفتین صدقه پس کاروزی هست بنام صدقه. بله. کریه یه هم بنام صدقه یاد میشه. بنام همون کاروز یاد میشه. صدقه اصلا خودی معنی چی بخاطر چی میگه صدقه بنظرتان؟ صدقه به معنی دیگه ما نفهم از وقتی که یه 200-300 سال که اینجا زندگی کلانا میکرده امی به نام دی مونده برای امی. درست. کدام آثار قدیمی هم هست در منطقه تون علی سپ؟ نه آثار قدیمی ما خود ندیدی. نداره. این باغچه خودی از خودتون شخصی هست اگر دک هست هست؟ این وقت از مونه این بچه همونه پنج بچه دارو وقت سرش تختیم کرده نفر یک در درخت باشه میرسه مشغول امید مالدور دمدوری داره. درسته. واقعا ایزان اینجا بهترین منظر است. جای زیبا و درخت ها را ایتو یک نقش نگاری کرده که آدم سمیر لذت میبره ایسف. خیلی عالی است. خیلی خوب دیگه. تشکرم از شما. سلامت باشین و وظیفه شما گفتین مالداری است. وظیفه ما مالداری هم است. دیخونی هم است. چند گوسپند خودتان داری؟ چقدر گوسپند داری؟ خود ما وقت 100 دونه گوسپند دارم و 100 دونه سر می 5 نفر تقسیم کرده، نفر 20 دونه رسیده. و چوخ تقسیم کردید؟ درسته. شما مردم دیگه روغن و مسکه و غیرت و چکان فهم چی میگه دیگه اینا زیاد خواهد داشتین؟ این چند سال که ما برادی 200 سال خوشکسولی که مو خوردن نبوده. آها. فقط ما چه که ما کشتکار همینجی میکردی و از امی زمین برمندشی بخورده مولا میکردی. چی از اینا؟ بعد امی او هم خونه یه بعد مولا همی مردم خیلی بزرگ داره مانی داره از امی کشتکار و ایبری بر. درسته ایسا انشالله که امسال دیگه خوب سواره شوه که بخیر از گوسفندان فایده زیاد دیبینی انشالله. امسال خود دیگه فایده خوب کم کوسا رو او شده او سرسبز هست سرسبز هست علف هست امو بنده هایی که بستی امو جا سچور بند مشکلات هم دار بنده هایی که نابسته اگه نابسته شد او زخیره شد او زیرزمینی او زیرزمین بیا زخیره میشه این مالدارا او سیدی هست درست امیدی آلیا ایسب اینجا کال شیشته باشیم یک کاسه تو بگیم باشه چقدر لذت بخش هست نه؟ خیلی خوب درسته واقعا اینجا منظره زیبا هست ایسب تشکر از شما وقت شما زیادتر نمیگریم شما اگر بر ما بگیم اما فعلا بزرگترین آرزوی که در دل دارین برآورده نشده چی اگر بر ما بگیم آرزو ما خوب همی طالبا بوده و ایوری بر بیدر آرزوی که داشتی طالبا برآورد کرده ماشاءالله دیگه آرزوی چی داده نداری؟ نه دیگه آرزوی دیگه ما نداره دیگه مشکل نداره هر مشکل که بوده اونو چی کرده آیسو تشکر از شما کدام گفتنی به مسافرین دارین شما رو بیننده است کام در خدمتتون است بفرمایید مسافرها دیگه خداوند مسافرهای افغانستان به هر جا که هسته سرفراز داشته باشه خوشحال داشته باشه بخیر دولت آرمیه که باز بخیر برگرده به افغانستان برگرده دست به برادری همینجا هم میگی هم دست و هم کار و به دولت خو خدمت ان شاء الله ایسب تشکر از شما وقت شما بیشتر نمیگیریم به بخش زنده خدا ببخشید جور باشید تشکر شما اونون نخورده تشکر ایسب جان سپاس تشکر سلامت باشین بینندگان عزیز اینجا منظره خیلی زیبا است من نمیخوام به رایت اینجا بروم خیلی طبیعت زیبا است با من باشید چند شات زیبا ببینیم از باغچه زیبا ایسب دوباره برمیگردیم بینندگان عزیز تشکر از شما که تا آخر این گزارش با من همراه بودید این بود قریه صدقه یا قریه نسبتا کوچک و بیزادل ولی از این قریه چیزی که مرا زیاد خوش آمد این بود عزیز دل عزیزای دل این بود که
مردمان این قریه واقعا مهمان نواز بود و دوم این منظره زیبا خیلی دلچسب بود. زادر یک دایی وقت در اینجا بیای آمایش پیشتر گفت که مردم به خاطر دیدن به اینجا میاد، پس یک گفت هم به نظرم یکم راست باشه به خاطری که بهترین منظره در اینجا است. امیدوارم که از این گزارش شما لذت کافی رو برده باشید. دوستان عزیز، برنامه ما در ولسوالی انادر است، قریه و قریه ولسوالی انادر رو میریم و امیدوارم که گزارش ها مورد پسندتان باشن. اگر به قریه تون نرفتین حتما نام قریه خود برام کامنت کنین و ویدیوها را با دوستان خود هم شیر کنین تا باشد که تمام ولسوالی انادر را با تمام شما عزیزان به معرفی بگیریم. امیدوارم که از این گزارش ها لذت بریم. گزارش بعدی ما ان شاء الله قریه سبحان است به نظر من نامش همین تو باشه و میریم در داخل از او قریه که بفهمیم چرا او قریه را به نام سبحان یاد میکنم. امیدوارم که یک برنامه خوبی از او قریه برای شما عزیزان به ثبت برسانیم، پس حتما با من همراه باشید.